لیبرالیزم نوشته ی راین هارد کنل ترجمه منوچهر فکری ارشاد فصل اول سابقه تاریخی بخش سوم تهاجم سیاسی انقلاب بورژوازی صفحه سیاسه تهاجم سیاسی انقلاب بورژوازی تهاجم سیاسی بورژوازی علیه مالکین فئودال و حکومت مطلقه در پنج مرحله صورت گرفت که دو مرحله نخستان یعنی ایتالیا و هلند را می توان مراحل اولیه و سه مرحله آخری یعنی انگلستان، آمریکا و فرانسه را مراحل زاینده جامعه بورژوایی لیبرال نامید که بر اثر آن رژیم های دولتی و نظامات حقوقی مربوطه پدید آمد. در شهرهای ایتالیا که از قرن دوازدهم به بعد رونق فراوانی یافته بود جنبش آزادیخواهی بورژوازی نخست به مرحله پیکار سیاسی آشکار قدم نهاد هدف این جنبش ها در وهله اول رهایی از سلطه مطلق پادشاه و بعد هم مالکین فئودال محلی بود در اقرب شهرها حکومت های و استبدادی زمام امور را در دست گرفتند ولی به سال 1300 میلادی در فلورانس موفق به ایجاد یک جمهوری واجد ویژگی دموکراتیک فراوان سلب قدرت از نجیب زادگان و آزادی دخانان شدند ولی بعدا در قرن چهاردهم همزمان با جدایی مشخص عمده برژوازی از خورد برژوازی در این شهر نیز پس از پیکارهای شدید در سال 1378 میلادی حکومت خواست قدرت را تصاحب کرد خانواده های ثروتمند انگشت شماری برتری یافتند و سرانجام خانواده مدیچی از میان آنها رهبری را در دست گرفت. و به دنبال مرحله زود گذر جمهوری دموکراسی خرد برجوازی حدود سال 1600 میلادی یک حکومت مطلقه برپا داشت. دموکراسی بورژوازی طی دوره رنسانس توانست فقط موقتا به قدرت دست یابد پینوشت خانواده مدیچی از دودمان های ایتالیا که افراد آن از قرن پانزدهم تا هجدهم میلادی بر فلورانس حکومت کردند. ادامه متن. قسمت دوم این مرحله اولیه را پیکار آزادی بخش هلند بورژوایی و هواخواهان کالوینیزم بر ضد سلطه حکومت مطلقه اسپانیا و استبداد کلیسای کاتولیک تشکیل می دهد که در سال 1609 میلادی با پیروزی هلندی ها به پایان انجامید. دوران رونق هلند که با این پیروزی آغاز شد مبتنی بر موقعیت نیرومند برجوازی هلند در تجارت جهانی بود برجوازی هلند در داخل کشور شکل عمده برجوازی شدیداً مذهبی کالوینیستی به خود گرفت ولی در ضمن حکومت خواسی بود که تا حدود زیادی واجد خصیصه روشنگری و مدارا بود از عواسط قرن هفدهم هلند به وسیله انگلستان که به سرعت ترقی می کرد به کنار زده شد موضع قدرت انگلستان محکمتر و پایدارتر از هلند بود چون تنها به تجارت و چپاول استعماری بستگی نداشت بلکه به صورتی روزافزون مبتنی بر تولیدات صنعتی نیز بود به دو دلیل انگلستان در میان کشورهای قاره اروپا موقعیت ویژه ای داشت و همین امر نیز پیوسته تکامل سیاسی انگلستان را تحت تاثیر قرار داده است. اول که صنایع انگلستان توانست به میزان قابل ملاحظه ای از صنایع دیگر کشورهای اروپایی پیشی بگیرد و این موقعیت را تا اواخر قرن 19 هم که توسط آلمان عقب رانده شد حفظ کند گسترش صنایع موجب تسریع شهرنشینی در انگلستان شد و همراه با روابط تجاری وسیع در سطح جهانی و سودهای گذاف حاصل از مستعمرات موقعیت بورژوازی را تقویت نمود نجیب زادگان انگلستان با آنکه موضع قدرتشان را در روستاها حفظ کردند چون نه تنها مالکیت عراضی لازم را در اختیار داشتند بلکه امور مدیریت را نیز عهدهدار بودند ملوس به ویژه ملاکین کوچک فئودال به صورت روزافسون در تجارت و امور بانکی نیز شرکت جستند و به این ترتیب خود را با نحوه فعالیت‌های اقتصادی و زندگی بورژوازی وقف دادند. عمده بورژوازی نیز که بر مناطق شهری مسلط بود به نوبه خود نحوه زندگی نوجبا را سرمشق اجتماعی خیش قرار داد و سعی کرد تا به ترتیبی یک عنوان اشرافی و املاک اربابی دست و پا کند به این ترتیب نجبا و عمده برجوازی در هم ادغام شدند و طبقه متوسط را پدید آوردند و توانستند به کمک یکدیگر در برابر ادعاهای مستبدانه تاج و تخت جبهه مشترکی بگیرند دومان که پادشاه انگلستان موفق نشده بود قدرت طبقات جامعه را در هم بکوبد و خود حکومت مطلقه مستحکمی را پای ریزی کند کوشش برای سلب قدرت از طبقات مختلف جامعه به بریدن سر پادشاه وقت در سال 1649 و شکست کامل سیاسی سلطنت در سال 1689 منجر شد. به این ترتیب طی قرن هجدهم به مرور امکان تبدیل شورای طبقاتی فئودالی به یک پارلمان برجوازی فراهم گردید امری که برای تئوریسین های لیبرال سایر کشورهای اروپایی از مونتسکیو گرفته تا روتک به صورت یک سرمشق عملی درآمد هرچند هم تا حدود زیادی ایدئالیستی و اغلب نیز مبالغه آمیز در آغاز نمایندگان پارلمان را فقط افراد طبقات بالای جامعه تشکیل می دادند و تازه بعدها یعنی طی قرن 19 هم تدریجن متوسط نیز حق رأی پیدا کرد. حق رأی برای عموم در سال 1918 به مورد اجرا درآمد. پینوشت روتک مورخ و سیاستمدار آلمانی بین سالهای 1775 تا 1840 وی یکی از رهبران نهزت لیبرالیزم آلمان بود و سعی داشت ایده های انقلاب فرانسه را در آلمان رواج دهد. ادامه مطمئن. با این وصف در انگلستان نسبتاً زودتر از سایر کشورهای اروپایی یک رشته اصول قانونی و لیبرال اجرا شد مخالفت سیاسی که تا این هنگام فقط به صورت کوشش قهرامیز ثبوت منافع و پیکار یا جنگ داخلی امکان پذیر بود پس از سال 1688 میلادی به نقل از هابرماس به شکل درگیری های دائمی بین دولت و حزب مخالف درآمد. از اعتلاف موقتی نمایندگان پارلمان که دارای عقاید مشابهی بودند به مرور فراکسیون ها و احزاب دارای اعضای دائمی پدید آمدند. در همین احوال نیز سانسور مطبوعات لغو شد. سرانجام از سال 1771 به بعد مذاکرات پارلمان به اطلاع عامه رسانیده شد و به این ترتیب تا حدودی امکان کنترل پارلمان توسط افکار عمومی که برجوازی تحصیل کرده نماینده آن بود فراهم آمد. جنبش آزادی خواهی با جنگ آزادی بخش آمریکا بر ضد قدرت استعماری انگلستان از نظر کیفی پا به یک مرحله جدید گذارد. در اینجا برای نخستین بار در سال 1776 در ویرجینیا بیلز آف رایتز و اعلامی های بعدی سایر ایالات آمریکا حقوق عمومی بشر اعلام گردید. تا هنگام دولت فقط حقوق اربابان دولت، مزایای طبقات بالای جامعه، مزیت‌های فردی یا اجتماعات معین و همچنین حقوق بعضی از زیردستانش را به رسمیت می‌شناخت، ولی حقوق‌های کاملا فردی را معتبر نمی‌دانست. آنچه که ماگنا چارتا در سال 1215 میلادی قانون امنیت غذایی یا قرار هزار زندانی در سال 1679 میلادی و بیلز آف رایتز در سال 1689 میلادی که در انگلستان به تصویب رسیدند فقط امتیازاتی بودند که دولت برای گروه های خاصی و یا زیر دستانش به طور عموم قائل می شود. امتیازاتی که نظام گروهی و نظام مزایای خواص دولت طبقاتی فئودالی را در هم نمی شکست. در حالی که بیلد آف ویرجینیا مدعی بود تمام انسانها آزاد و برابر خلق شدند و دارای حقوق خدش ناپذیر معینی هستند. که زندگی، مالکیت، آزادی پرورش استعدادها و شرکت در سرنوشت سیاسی آنها را تضمین می نماید. به این ترتیب خواستهای حقوق طبیعی خردگرایانه به صورت اصول لازم الاجرای فعالیت دولتی درآمد که مرجع قانونگذاری نیز ملزم به رعایت آن بود. در عین حال حاکمیت ملت نیز بدون کوچکترین محدودیتی به رسمیت شناخته شد و همانطور که در ماده دوی قانون اساسی ویرجینیا ذکر شده تمامی قدرت متعلق به ملت است و در نتیجه از ملت ناشی می شود. پینوشت برای مقایسه رجوع کنید به منابعی که در قسمت کپشن ذکر شدند. ادامه متن آخرین صحنه از این سلسله وقایع که برای تکامل بعدی جوامع اروپا مهمتر از دیگر وقایع بود در فرانسه حادث شد در اینجا رژیم مطلقه سلطنتی و مزایای اجتماعی نجیب زادگان دنیوی و روحانی که حالتی انگلی به خود گرفته بود صورتی کاملا افراطی پیدا کرد بورژوازی مالی فقط از طریق محاکم عالی یعنی پارلمان ها می توانست تا اندازه نفوذ اجتماعی کسب کند. البته تجار ثروتمند می توانستند به مرتبه کارمندان عالی رتبه صعود کنند ولی در مقابل از عرصه اقتصاد خارج می شدند. ادغام بورژوازی و طبقه نوجبا به صورتی که در انگلستان دیده میشد در فرانسه امکان پذیر نبود در چنین وضعی برای استقرار سلطه سیاسی برجوازی به یک تحول انقلابی نیاز بود. پویشی که در انگلستان بیش از یک قرن به طول انجامید در فرانسه ظرف چند سال به سرانجام رسید هرچند نتوانست انقلاب را در سطح رفیعی که سریعا به آن رسیده بود حفظ کنند و هرچند که انقلاب سرکوب شد و جای خود را به یک مرحله ارتجاهی عمد بوجوازی و سرانجام سلطنتی بخشید ولی با این حال دیگر ممانعت از گسترش افکار انقلابی در اروپا ممکن نبود. در سال 1789 میلادی نظام فئودالیته و امتیازات طبقاتی از میان برداشته شد و اعلامیه حقوق بشر و حقوق مدنی که پیوسته تا به امروز قوانین اساسی تمام دموکراسی‌های بژوایی را تحت تاثیر قرار داده است، انتشار یافت. در سال 1790 میلادی عنوانهای مروسی نجیب زادگان از میان رفت و عراضی وسیع متعلق به کلیسا ملی اعلام گردید و برای فروش عرضه شد. روحانیون به کارمندان دولت مبدل شدند قانون اساسی 1791 رژیم فرانسه را سلطنتی مشروطه اعلام داشت و با قائل شدن حق رأی برای طبقات بالا و قبول نظام پارلمانی برجوازی متملک را به صورت نیروی سیاسی موثری درآورد. در سال 1792 عموم مردم از حق رأی برخوردار گردیدند که فقط خدمتکاران به عنوان افراد غیر مستقل از آن مستثنا بودند و تصمیم به انحلال سلطنت گرفتند در سال 1793 پادشاه فرانسه که با دیگر سلاطین اروپا بر ضد انقلاب تبانی کرده بود اعدام گردید در قانون اساسی جدیدی که روبسپیر طی یک سخنرانی بزرگ آن را اعلام داشت این نکات تضمین شده بود حق رأی مساوی برای عموم وضع قوانین به صورت مستقیم توسط ملت آموزش عمومی سرپرستی از بیکاران و معلولین پینوشت ماکسیمیلیان روبسپیر از رهبران نامی انقلاب فرانسه بود وکیل دعاوی و عضو کنوانسیون ریاست کمیته رفاه ملی و خطیب چیره دست روبسپیر انقلاب فرانسه را به اوج خود رسانید توضیحات کامل پینوشت در کپشن خواهد آمد ادامه متن در اینجا اصولی اعلام شده بود که از چهارچوب لیبرالیزم فراتر می رفت و در دولتهای اجتماعی جدید نیز فقط نیمی از آن تحقق پذیرفته بود. پینوشت ماکسیمیلیان روبسپیر از رهبران نامی انقلاب فرانسه بود. توضیحات کامل پینوشت در کپشن آورده خواهد شد. ادامه متن شعار بینظیر آزادی برابری و برادری این دوران به طور جامع و دقیق حاوی تمامی اصول جنبش آزادی خواهی بود و به همین خاطر نیز شهرت جهانی یافت. آنتوان دو کوندورسه رئیس مجلس ملی فرانسه به حق با افتخاری تمام اعلام داشت که بیکفایتی دولت فرانسه موجب تسریع انقلاب شد. فلسفه ای اصول انقلاب را مشخص ساخت و قدرت ملت تمامی موانع را که بر سر راهش بود در هم شکست. هرچند که عمده برجوازی در سال 1794 موفق به توقف این جنبش و غلبه بر دموکراسی شد ولی با این حال نتوانست نتایج انقلاب را به کلی از جهان محو نماید تحت تاثیر اعلامی حقوق بشر و حقوق مدنی فرانسه تقریبا در تمامی اسناد قوانین اساسی دیگر کشورهای اروپایی نیز اصول حقوقی مشابهی پذیرفته شده است یک سلسله جنبش های انقلابی در سالهای 1830, 1848, 1871 و 1918 خواستار تحقق حقوق بشر گردیدند و سرانجام در اکثر کشورهای اروپایی ساخت حکومتهای فئودالی را دگرگون ساختند. انقلاب های موانعی موانع که در راه گسترش کامل سرمایه داری قرار داشت از میان برداشت روابط ارباب رعیتی، بیگاری، بیگاری و دیگر سلطه های فعودالی، موانع دشوار سنفی و حرفی موجود در شهرها، از همگسیختگی های حقوقی و اقتصادی، موانع گمرکی داخل کشور، مزایای کاست از نظر اجتماعی، زاید نجیب زادگان و بالاخره سلطنت مطلق که پشتوانش طبقی نجبا بود. انقلاب های نظام دولتی اجتماعی و اقتصادی جدیدی بنیان نهادند که بر آزادی عقد قرارداد، آزادی حرفه و پیشه، آزادی انتخاب محل سکونت و تضمین مالکیت خصوصی استوار بود. نظامی که در تاریخ به عنوان لیبرالیزم ثبت گردیده است. پینوشت امانوئل سیس یکی از تئوریسین های مهم انقلاب فرانسه در این زمینه چنین میگوید اثبات این نکته که طبقه خواص بی سمر به حال ملت فقط موجب تضعیف و زیان ملت می شود کافی نیست بلکه باید ثابت نمود که طبقه نجبا حاضر به پیروی از ارگانیسم جامعه نیست و این باریست بر دوش ملت ولی به هیچ روی قسمتی از ملت به شما نمی آید. سی به خوبی نشان می دهد که چگونه پیکار بر ضد مزایای نجیب زادگان با توجیه برجوازی ملت متملک همدستند و متحد گردیده است و در این باره می نویسد علاوه بر حکومت و سلطه اشرافیت که در فرانسه اختیار تمامی امور را در دست دارد و علاوه بر خرافات فئودالی که هنوز عقل و ادراک اکثریت را تحقیر می کند مالکیت نیز دارای نفوذ و تاثیر معینی است این نفوذ و تاثیر کاملا طبیعی است و من به هیچ روی آن را لن نمی کنم تمامی پینوشت ها با جزئیات در کپشن آورده خواهند شد. پایان فصل اول فصل دوم را در اپیزود بعد گوش دهید